بخیر میگم خدمت تک تک شما عزیزان. به نام مسیح خوشحالم که فرصتی هست دوباره با هم باشیم. عزیزانی که از راه دور هستن، به شما نیز وقت بخیر میگم. وقتتون هر زمانی که هست، صبح یا ظهر یا بعد از ظهر هستید، قوت و شادی و شالوم خداوند بر شما باشه به نام مسیح، آمین. خدا در طول این سالهای گذشته به طور عجیب توی ایران داره کار میکنه و واقعا نه فقط در ایران، بین افغانها داره کار میکنه. خدا داره بین افراد حتی خارج از مرز فارسی زبان داره کار میکنه. توی عراق به طور عجیبی داره کار میکنه. توی کردها به طور خاص داره کار میکنه. حتی بین سوریه‌ها داره کار میکنه. خدا به طور عجیبی توی این منطقه داره کار میکنه. اما به طور خاص جالبه که خدا از طریق ایرانی‌ها داره توی ترکیه، توی کشورهای حاشیه داره کار میکنه. آمین. جالبه، کشورهایی که شاید چشم دیدن این سرزمین رو به نوعی نداشتن، اما الان ایرانی‌ها برای اونها باعث برکت هستن و باعث رحمت هستن. خدا را شکر برای عیسی مسیح. و چیزی که در واقع تو قلبم هست و میخوام به شما بگم، خدا در طول تاریخ دنبال مردان و زنانی میگرده که بتونه بهشون اعتماد کنه. خیلی از افراد دوست دارن خانواده‌هاشون نجات بدن، خیلی از افراد دوست دارن به خانواده‌هاشون بشارت انجیل رو بدن، خیلی از افراد دوست دارن که واقعا برای عزیزی که دارن و داره درد میکشه دعا کنن و قوت خدا جاری بشه. میان پیغام خدا رو میشنون، پیغام رو از مسیح میشنون، میدونن، باور میکنن، اما میخوان ما چطوری میتونیم قوت رو جاری کنیم، ما چطوری میتونیم برای خدا مفید واقع بشیم، چطوری میتونم خدا رو جلال بدم. امروز میخوام توسط پیغامی که با شما در میون بذارم هم به این سوال جواب بدم، هم به یک سوال خیلی مهمتر جواب بدم که خیلی از مسیحا دربارش در واقع مشکل دارن و سوال دارن. وقتی کلام خدا در حزقیال رو میخونی میگه دیواری هست یه شکاف داره، ببخشید، دیواری هست یک شکاف داره و هر آن ممکنه فرو بریزه. این شکاف ها میتونه شکاف های خانوادگی باشه، میتونه شکاف های زندگی مالی و تجاری و بازرگانی تو باشه، میتونه این شکاف ها شکاف های در واقع ایمانی باشه، شکاف های رابطه های دوستانه باشه، شکاف های کلیسایی باشه، اما یه شکاف وجود داره و اجتناب ناپذیر و خدا داره میگه وجود داره. اما جالبه در کتاب حزقیال یک جمله میگه، میگه در تمام اسرائیل گشتم به دنبال یک نفر، فقط یک نفر تو این شکاف بیسته و این دیوار رو بگیره تا من این دیوار رو استوار نگه دارم. خدا دنبال مردان و زنانی میگرده که بتونه بهشون اعتماد کنه، که اگه شکافی هست بتونه بیسته، بتونه در واقع مقاومت کنه و بتونه نگه داره. خانواده‌ای داره میپاشه بتونه بیسته و نگه داره، بیزنسی داره فرو میریزه بتونه بیسته و دعا و شفاعت کنه. اینجا راجع به قدرت دعا و شفاعت داره صحبت میکنه که بیسته و دعا کنه تا خدا به خاطر این یک نفر دعا رو بشنوه و محافظت کنه. آمین. خدا دنبال این ذهین مردانی میگرده که تو شکاف دیوار ایران و ایرانی بیسته، برای افغان‌ها بیسته، برای سرزمین‌های مختلف بیسته، برای خانواده‌ات بیستی، برای دوست، برای خواهر برادرت بیستی، برای حتی کسی که افتاده بیستی و دعا کنی که خدایا درست شکاف افتاده، ترک افتاده، سقف این خونه، نمیدونم دیوار این خونه، این رابطه شکاف افتاده، ترک برداشته، اما به نام عیسی مسیح خداوند به خونتون رو بپوشون. آمین. بپوشون. خدا چنین کسایی رو برکت میده. چرا؟ چون که خدا دیوارساز و خدا خانه ساز و خدا معماره و هر کس در معماری خدا قلبش رو بده، خدا اون رو برکت میده. آمین. به همین دلیل همچون یک معمار میستی. هفته گذشته راجع به پادشاهی صحبت کردیم که پادشاهی حکیمه و از حکمت و قدرت میاد. یه پادشاهی حکیم چطوری میتونه از جانب قدرت اعمال در واقع انجام بده، راجعش مفصل صحبت کردیم. اما امروز به طور خاص میخوام راجع به افرادی صحبت کنم که خودشونو تسلیم خدا میکنن. خداوند از من استفاده کن، خداوند از 100% من استفاده کن. تو هر چیزی که از خدا بدی معادل همون از تو استفاده می‌کنی.
ده تا بدی خدا از ده تا استفاده میکنه، 20 تا بدی 20 تا استفاده میکنه، 50 تا بدی 50 استفاده میکنه، اما بیشتر از آنچه که دادی استفاده نمیکنه مگر اینکه تمامیت او را بدی. خدا از تمامیت تو استفاده میکنه. آمین. امروز خدا دنبال مردان و زنانی میگرده. در طول تاریخ گشت نوح را پیدا کرد، کسی که بتونه این سرزمین رو در واقع بتونه مردمی رو در واقع نجات بده. اومد ابراهیم رو انتخاب کرد و بعد میبینیم اومد موسی رو انتخاب کرد و بعد میبینیم یوشع رو انتخاب کرد و بعد میبینیم میاد داوران رو انتخاب میکنه، میاد سموئیل رو انتخاب میکنه، میاد داوود رو انتخاب میکنه، میاد سراغ سلیمان اون رو انتخاب میکنه، پادشاهان دیگر انتخاب میکنه، انبیای دیگر انتخاب میکنه و بعد میاد خودش روی زمین دوباره میگرده، دوباره شاگردان انتخاب میکنه. و امروز خدا داره میگرده تا در میان شما یکی رو پیدا بکنه که بگه خداوند تمام زندگی منو به کار ببر، از من استفاده کن، نه فقط قسمتی از زندگیم، تمام زندگیمو استفاده کن خدایا. بعضی موقع فکر میکنیم تمام زندگیم یعنی دیگه احتیاج نیست غذا بخورم، احتیاج نیست نون بخورم، احتیاج نیست کار بکنم، احتیاج نیست تفریح کنم. نه، تو در زندگی شخصیت هم میتونی خدا رو جلال بدی. آمین. در کارت هم میتونی، در بیزنست هم، در درآمدت هم میتونی خدا رو جلال بدی، در روزهای استراحتت هم میتونی خدا رو جلال بدی، از تمامی وجودت میتونی خدا رو جلال بدی. خدا تمامی زندگی تو رو میخواد، اما چیزی که هست اینه که از همه زندگی تو استفاده نمیکنه، اما تمام زندگی تو رو میخواد. آمین. جالبه وقتی ما داریم میگیم که خدا صاحب تمامی جهانه. یه بار یه شخصی داشت میگفت آره من قبول دارم خدا صاحب تمامی جهانه. گفتم آره دوست عزیز، اما صاحب تو هم هست. جالبه وقتی ما راجع به صاحب جهان صحبت میکنیم، خدا صاحب جهانه اما نه صاحب من، صاحب جهانه. چند درصد از زندگی من مال اوست؟ امروز میخوام یه بعد دیگه از زندگی یک پادشاه رو برای شما باز کنم. هر بار یه بعدی از زندگی یک پادشاهی که خدا ما رو به آن دعوت کرده، میگه بیایید به شایستگی آن خدایی که شما رو به پادشاهی جلال خود دعوت کرده رفتار کنید. آمین. پس خدا در واقع راجع به یک نوع زندگی صحبت میکنه، راجع به یک نوع زندگی تازه صحبت میکنه، یه زندگی که من و شما نمیشناسیمش، باید بشناسیمش. از کلام خدا چی به ما میگه، پادشاه کیه، اقتدارش چیه، چطوری حکمت داره، چطوری باید زندگی کنه، چطوری باید پادشاهی کنه، چطوری باید با خدا راه بره، چطوری باید نشسته برخاست کنه، انتخاب دوستاش چطوری انجام بده، برای خدا باید چه کار بکنه و خدا برای اون چه کار میکنه، انتظار خدا از اون چیه، نگاه خدا نسبت به اون چیه. در واقع تمامی زندگی یک پادشاه همه وجودی ماهیت یک پادشاه است. و من و شما امروز دعوت شدیم که به این پادشاهی، اما هر بار یه بعد تازه‌ای از این پادشاهی رو یاد بگیریم. آمین. میخوام بریم به پیغامی که امروز میخوام با شما در میون بذارم. شاید یه مقدار متفاوت از تمامی پیغام‌هایی باشه که توی ایام شنیدید، اما به طور خاص امروز میخوام راجع به کسایی صحبت کنم که خودشون رو تقدیم خدا میکنن. سوالی که امروز از شما دارم اینه که چند نفر از شما از خدا گرفته که در واقع خدا از رحم مادر منو انتخاب کرد؟ کسایی که این باور رو دارن خوب گوش کنید، از رحم مادر منو انتخاب کرد. امروز میخوام راجع به کسایی صحبت کنم و عزیزانی که از راه دور هستین راجع به کسایی میخوام صحبت کنم که به این باور رسیدن. اما اونایی که هنوز به این باور نرسیدن، به نام عیسی مسیح یک زمانی که به این باور رسیدن اون موقع پیغامو گوش کنن، اون موقع میفهمن که خدا با اونها چه در میون میذاره. امروز راجع به کسایی میخوام صحبت کنم که باور دارن که خدا از رحم مادر مرا انتخاب کرد. امروز راجع به این گروه افراد میخوام صحبت کنم. اسم این گروه از افراد نظیره های خدا هستن. امروز میخوام یه جوری راجع به نظیره ها صحبت کنم. راجع به نظر و نیاز نمیخوام صحبت کنم. راجع به افکار قدیمی نمیخوام صحبت کنم. راجع به سفره و خیرات و نمیدونم ختم انام اینا نمیخوام صحبت کنم. واژه ها رو همه رو بذارید کنار. امروز میخوام راجع به نظیره های کلام خدا در عهد عتیق و در عهد جدید با شما صحبت کنم و امروز به شما بگم اگر تو انتخاب شده از رحم مادر هستی، نام تو نظیره است در نزد خدا و خدا به تو در واقع با ما یک نظیره نگاه میکنه، کسی که تمامیت وجودش مال خداست. حتی اگر تو به خدا ندی، مال خدا هستی. آمین. مال خدا هستی. مهم نیست بچه چندم خونه هستی، مهم نیست بچه اول خونه هستی، نخست زاده هستی یا آخرین قول معروف زاده هستی یا میان زاده هستی، فرقی نمیکنه. تو از رحم مادر اگه انتخاب شدی، تو نظیره خدا هستی. جالب شما بگم که در کلام خدا
چهار گروه از آدم‌ها هستن که نظیره هستن. یادتون هست یک بار اینجا صحبت کردیم، راجع به پادشاهان صحبت کردیم، راجع به انبیا صحبت کردیم و راجع به کاهنی صحبت کردیم. این سه تا گروه نظیره‌های خدا هستن. اما میخوام یه مقدار راجع به نظیره با شما صحبت کنم که این نظیره‌ها چگونه هستن و چگونه مس میشن و چگونه زندگیشون متفاوت از زندگی بقیه است. اگر فکر میکنی زندگی من متفاوت از کل خانواده‌مه، تو نظیره هستی. اگر خدا از طریق تو در واقع داره کل خانواده تو برکت میده، تو نظیره هستی. اگر تو کسی هستی که توی ایمان مسیحی بیشتر از بقیه قلب و غیرت داری برای کل خانواده، تو نظیره هستی. و اگر توی کلیسایی تو بیشتر از همه غیرت داری، تو هم نظیره هستی. امروز میخوام راجع به این گروه افراد با شما صحبت کنم. جالب، کلمه‌ای که در عبری برای نظیره استفاده میشه همین کلمه‌ای که ما در فارسی استفاده میکنیم، همین واژه نظیره رو استفاده میکنه. اما میخوام یه مقدار خصوصیات این نظیره رو با شما صحبت کنم که این سه گروه آدم، این سه گروه افراد که ما میدیم کلام خدا به ما میگه ما در مسیح پادشاهانیم، آمین، ما در مسیح کاهنین هستیم، آمین، و خوانده شدیم به عنوان فرزندان خدا، صدای خدا رو بشنویم. پس عملاً به نوعی در واقع در گروه انبیا قرار میگیریم. حالا حتما خود نبی نباید باشه که بشینه یه پیغامی بده، آمین، که اونم میتونه باشه. اما ما هر سه مسح و هر سه تا دعوت رو داریم. اما به طور خاص امروز میخوام راجع به این سه تا صحبت کنم، اما به طور خاص‌تر راجع به پادشاه صحبت کنم که به عنوان پادشاه پیغام خدا برای ما امروز چیه. کلمه‌ای که راجع به نظیره صحبت میشه به معنی تقدیم کردن، تسلیم نمودن و در اختیار گذاشتن، یا درازا یه چیز رو نگه داشتن، یا به صورت خمیده در مقابل چیزی قرار گرفتن. شما دیدید وقتی یه پادشاهی میارد میشه، تمام کسای ملازماش که کنارش ایستادن سرشون رو خم میکنه. میدونید سرخم کردن فقط نشانه احترام نیست، که ما تقدیم شده و تسلیم شده تو هستیم و از این طریق داریم نه فقط احتراممون رو داریم اعلام میکنیم، داریم حق مالکیت تو رو اعلام میکنیم بر خودمون. برای چی ما در پرستش ها سرهامون رو خم میکنیم یا بعضا زانو میزنیم یا در واقع به نوعی در واقع از نظر رفتاری طوری عمل میکنیم که اعلام کنیم که او صاحب ماست، آمین، او برتر از ماست و او رو احترام میکنیم، که در واقع گفتیم به این میگن پرستش. ستایش از زبان بیرون میاد، ستودنه، اما پرستش عمل ماست. اگر تو در پرستش ها شروع میکنی شادی کردن، اگر در پرستش ها زانو میزنی، اگر در پرستش ها سرت پایین میدادی، در واقع اینها پرستشه. پرستش در عمل، ستایش در زبانه. ممکنه تو ستایش نکنی، سکوت کنی، یا تو قلبت بگی، اما عملا در سکوت داری پرستش انجام میدی. و خدا میخواد هم پرستنده باشیم هم ستایش کننده باشیم، آمین. وقتی راجع به تسلیم صحبت میکنه، تسلیم میتونه زمین تو باشه، میتونه فرزند تو باشه، میتونه شغل تو باشه، میتونه استعدادها و عطایا و تالنت‌های تو باشه، عطایای تو باشه، مال تو باشه و میتونه بچه‌ای تو باشه. به همین دلیل بچه‌ها میتونن نظیره باشن. ما در کتاب مقدس نظیرای زیادی داریم که باهاشون روبرو میشیم که خودشون رو وقف و تسلیم کردن و به طور خاص پدر و مادرشون اونها را تقدیم خدا کردن. متاسفانه تو دنیای زندگی میکنیم که قبلا پدر مادرها خدا رو دوست داشتن، عاشق خدا بودن، خدا رو نمیشناختن، نمیدونن چه کار بکنن. بچه‌شو انتخاب میکرد، یه اسمی هم میذاش روش، تقدیمش میکرد به اون شخص، تقدیمش میکرد به اون پیشوا، تقدیمش میکرد به اون به قول معروف کسی که در واقع براش خیلی احترام داشت و میگفت فلانی نزد فلانیه، اسمش چی باشه، اسمش این باشه، خدا داد باشه، نمیدونم اون باشه، هر اسامی که میدونید. در واقع اینها قلبشون این بود که تمامی وجود بچه‌شون رو به خدا تقدیم کنن، اما نمیدونستن به چه خدایی دارن تقدیم میکنن. اما ما میدانیم به چه ایمان داریم، آمین. مسیح به شاگرداش میگه که همه رفتن، شما میخواید برید، شما هم برید. پتروس میگه خداوند کجا بریم؟ سخنان حیات بخش شخص توست، ما باور کرده و ایمان داریم که تو مسیح پسر خدای حی هستی، ما کجا بریم؟ میگه آزادید، میخوای برید، برید. میگه نه، ما میخوایم با تو بیایم، ما باور داریم که تو کی هستی، آمین.
نمیگه حدس میزنم، نمیگه احساس کنم، من باور دارم که تو کی هستی. آمین. به همین دلیل ما میدونیم به کی ایمان داریم. میخوام بریم به کتاب اعداد باب 6 آیه 22 تا 27 چند تا آیه رو برای شما میخونم. در واقع اونجا درباره نظیره ها صحبت میکنه که یک شرایطی برای نظیره ها مهیا میکنه و میخوام به طور خاص راجع به یکی از این شرایط نظیره ها صحبت کنم. راجع به یکیش به طور خاص راجع به یکی از شرایط نظیره صحبت کنم و بعد اون سوال پیچیده کتاب مقدسی که در واقع یه جوری 99% مسیحیای ایرانی سرش سوال دارن و سرش مشکل دارن و سرش بحث دارن و آخر کارم به نتیجه نمیرسن، به اون سوال پیچیده میخوام برسم و به اون جواب بدم. خداوند موسی رو خطاب کرده، گفت بنی اسرائیل رو خطاب کرده، به ایشان بگو مرد یا زن نذر خاص، یعنی نذر نظیره بکند. پس اینجا نظیره فقط مرد نیست، زنها هم میتونن نظیره باشن. فقط قرار نیست جنس مذکر باشه، برای خدا فرقی نمیکنه. زن و مرد هر دو میتونن خودشونو وقف خدا کنن، تقدیم خدا بکنن. آمین. آنگاه از شراب و مسکرات بپرهیزند و سرکه شراب و سرکه مسکرات را ننوشند و هیچ عصیر انگور ننوشد و انگور تازه یا خشک نخورد و تمام ایام تخصیصش از هرچی که از تاک انگور ساخته شود، از هسته تا پوست نخورد. تمام ایام نزد تخصیص او استاره بر سر او نیاید و تا انقضای روزهایی که خدا برای خداوند تخصیص نموده است، مقدس گیزهای موی سر خود را بلند دارد. دو تا شرط داره اینجا عنوان میکنه. کسی که نظیر است، از هر چیزی که مسکرات، از هر چیزی که او را مس میکنه پرهیز کنه. دو، موی سر خودش رو نزنه. امروز راجع به این دوتا میخوام صحبت کنم و به طور خاص راجع به یکیش. این دوتا از علامتهای یک شخص نظیر است. اما چه ربطی داره؟ من میخوام خودم رو تقدیم خدا کنم. اینکه چی بخورم چی نخورم چه فرقی میکنه؟ اینکه تیپم قیافم چطوری باشه چه فرقی میکنه؟ امروز میخوام برای شما باز کنم از عهد عتیق و بعد میام تو عهد جدید که بدونید چه فرقی میکنه و چرا این افراد نباید موی سرشون رو میتراشیدن. مگه چه اشکال داره؟ امروز اگه من بتراشم چیه؟ اگه خانمی موهاش کوتاه باشه نمیتونه نظیره باشه؟ اگه آقای موهاش بلند باشه نظیره است؟ یا اگه موهاش بزنه نظیره نیست؟ به چه معنیه؟ امروز میخوام یه مقدار راجع به اینم با شما صحبت کنم و بدونیم که خدا چی میخواد از ما و پیغام خدا در واقع چیه، چون همه اینا سمبولیکه و برای ما یه پیغامی داره. گفتم اولین گروهی که در واقع به عنوان نظیره ها قرار بود از هر چیزی که اونها رو مست میکنه. میخوام یه مقدار راجع به واژه مستی با شما صحبت کنم و بعد بیام به طور خاص راجع به این سوال جواب بدم که دیدگاه مسیحیت راجع به خوردن شراب، مشروبات و الکل چیه؟ بخوریم؟ نخوریم؟ چقدر بخوریم؟ اصلا پیغام انجیل راجع به این داره صحبت میکنه یا راجع به این صحبت نمیکنه؟ آیا پیغام عیسی مسیح راجع به بخور نمخوره؟ به پوش نپوشه؟ به کن نکنه؟ آیا اومده دوباره همون اعلام کنه یا نه یه پیغامی برای اینها داره؟ امروز میخوام راجع به این صحبت کنم، چون که در واقع تو مجامع در واقع اینترنتی و فیسبوک ها و اینور اینور علمای دین زیاد میشنن، بینشون اختلاف نظر هست و دائم هر کسی یه نظری میده. یکی میگه آقا اینم که شدن مثل مسلمان ها، یه عده میگن آقا آزادی ما در مسیح، یکی میگه آقا بخور تا دهانی که مست نکنی، یکی میگه نخور آقا اگه بخوری اینطوری میشه. هر کسی یه نظری میده، ولی ببینید کلام خدا چی میگه، که حداقل یک زمانی جایی صحبتی شد شما آگاهانه، اندیشمندانه و با شناخت مطابق کلام خدا بدون هیچ گونه تعصب و بدون هیچ جنگی بتونید افراد را کمک کنید، اما انتخاب در نهایت به عهده خودشون بذارید. که هیچ وقت به خاطر خوردن و نخوردن یک چیزی دیگران رو محکوم نکنیم و درگیر نکنیم خودمون رو، چون اینم از خدا نیست. چون پیغام مسیح بکن نکن نیست، چون که کسی که روح خدا رو داره، کسی که با خدا راه میره، کسی که از خدا میشنوه و کسی که مکاشفه داره، قشنگ میتونه بفهمه چی درسته چی غلط. پس احتیاج نیست من و شما بهش بگیم. کسی هم که نه با روح خدا راه نمیره، پری روح نداره، مکاشفه نداره، چی میخوای بهش بگی؟ حرفتو میشه پری روح، حرفتو میشه مکاشفه، حرفتو میشه قدم زدن با خدا؟ نه، فقط رابطه ها میشکنه.
حداقل خودت بدون که چی درسته. اما اگر دعوت خودتو در مسیح میدونی، اگر دعوتتو نمیدونی، خواندگیتو نمیدونی، نظیر بودنتو نمیدونی، باور نداری که از رحم مادر انتخاب شدم، اون موقع فرق میکنه. اما برای کسی که میدونه، این پیغام برای اونهاست. برای کسایی که دعوت دارن از خدا، برای کسایی که میدونن که خدا میخواد اونها رو استفاده کنه، میخواد از اونها استفاده کنه. و چطوری باید من زندگی بکنم که خدا بتونه از تمامیت زندگی من استفاده کنه. آمین. اولین کسی که در کتاب مقدس ما میبینیم به عنوان نظیره راجبش صحبت میکنه، راجبه شخص به نام شمشون یا سامسون. در کتاب داوران باب 13 آیات 2 تا 5 میتونیم بریم. امروز یه مقدار آیات زیاد داریم اما با هم مرور میکنیم. کتاب داوران در واقع زمانی که موسی اومده رفته، یوشع اومده رفته، الان قوم اسرائیل هیچ نبی نداره، هیچ پادشاهی نداره. در واقع میگه که چون که اسرائیل پادشاهی نداشت، مردم هر کاری که دلشون میخواست میکردن و شرایط خیلی بحرانیه. به قول معروف این سرزمین هیچ چیز نیست، نه خدا درش خدای اینقدر داره میکنه، نه سرزمین در واقع سک و صاحبی داره. اینجا در واقع راجع به یه شخصی داره صحبت میکنه به نام شمشون یا سامسون. بریم باب 13 ببینیم که در باب 13 راجع به این مرد چی میگه. ماجرای در واقع پدر و مادر شمشونه. میگه و شخصی از قبیله دان مانوهنام بود و زنش ناسا بود نمیزایید. خوب گوش کنید، نزاییدن در کتاب مقدس در واقع انگار رحم این مبارک نیست، چون کلام خدا میگه وقتی آدم و حوا رو خلق کرد ایشان رو برکت داد و گفت کسی رو بارور بشید، و در واقع بچه دار شدن برای اونها یه برکت محسوب میشد و عهد خدا در رحم بسته میشد. بعدن میبینیم که در واقع چطوری عیسی رو در رحم، یحیی رو در رحم، شمشون رو در رحم، سموئیل رو در رحم و حتی داوود رو که بعد تازه متولد میشه، میگه تو در رحم مادر استخوان‌های من رو شکل میدادی. آمین. تمام کسایی که مردان و زنان کتاب مقدس شدن، کسایی بودن که از رحم مادر خدا اونها رو مهر کرده بود. آمین. بعدن میفهمیم که چرا شیطان با این رحم مشکل داره و چرا دائم با بچه مشکل داره و چرا با بچه دار شدن مشکل داره و چرا این آلمانیا نمیخوان بچه دار بشن، چرا این اروپایی‌ها نمیخوان بچه دار بشن، چون که شیطان رحم ایشان رو بسته. چرا؟ چون که در رحم عهد بسته میشه. وقتی رحم باردار نشه، عهدی هم بسته نمیشه و برکتی در این سرزمین، در این خانواده، در اون شخص به وجود نمیاد. به همین دلیل شیطان با رحم مشکل داره. میبینیم زمانی که در واقع موسی به دنیا اومد، میگه تمام زنهای باردار رو بکش، زن باردار حامله شکمش رو باز کن. شما اگر میبینید زنهای باردار رو در واقع میکشن الان، افرادی که در واقع به نوعی به اسم خدا تو اینترنت ها شاید نگاه کنید که زنی حامله شکمش رو باز میکنن، خودش و بچهش رو. شیطان با رحم مشکل داره. مخصوصا کسایی که دیو دارن میتونن تشخیص بدن که ثمره این رحم مبارکه. به همین دلیل بعضی ها متوجه میگن وقت از زمانی که ما متولد شدیم پر از بدبختی و مصیبت. آره، چون که رحم مادر تو رو خدا مس کرد تا تو به دنیا بیای و خدا تو رو انتخاب کرد با ما نظیره و شیطان اینو فهمید و به همین دلیل به تو حمله میکنه. مشکل اینجاست، اگه بچگی خوبی نکردی دلیل داره، چون که نظیره خدایی، چون که مسجده خدایی، انتخاب شده خدایی، مهر خدا روته. و کلام خدا میگه، میگه در زمانهای آخر، زمانی که اون جای حاویه باز میشه و تمامی دیوها میریزن بیرون، میگه دیوها شروع میکنن تمام بلای سر مردم در میارن که مردم آرزوی مرگ میکنن ولی نمیمیرن. اما جالبه، میگه دیوها سرای یک ایماندار که میرن سری مهر خدا رو درش میبینن، میگن واو این مهر خدایی زنده روشه، بهش نمیتونم دست بزنم. شیطان میتونه تشخیص بده کی مهر شده است و کی مهر نشده است. میگه فرشته خداوند با آن زن ظاهر شده او را گفت اینک تو حال نازاد هستی و نزاییده ای.
لیکن حامله شده پسری خواهی زایید. الان با حذر باش، هیچ شراب و مسکری ننوش و هیچ چیز نجس نخور، زیرا یقینا حامله شده پسری خواهی زایید و استره بر سرش نخواهد آمد. استره یعنی ماشینی که در واقع سر رو باش بزنن، اون وسیله یا اون قیچی یا اون پشمزن یا هر چیزی که در واقع باش مو رو بزنن. میگه هیچ وقت به سرت نخوره، یعنی هرگز موهاتو کوتاه نکن. بچه ها به شما میگم چرا موه کوتاه، میگه موهاتو نزن و سرش نخواهد آمد، زیرا آن ولد از رحم مادر خود برای خدا نذیره شده. آمین. از رحم مادر نذر شده خدا، هنوز به دنیا نیامده و عملا مال پدر مادر نیست، مال خداست. به همین دلیل به شما میگم تو برای پدر مادرت به دنیا نیامدی، تو برای خدا به دنیا آمدی. فقط خدا به مادرت افتخار داد که به واسطه وجود تو رحم او مبارک بشه. خوشا به حال مادری که در واقع از اومدن تو خوشحال باشه و شادی کنه. اما اگه هیچ کس هم شادی نکنه، خدا با فرشتگانش شادی میکنه. آمین. خدا با فرشتگانش برای وجود تو شادی میکنه. و او رهاننده اسرائیل از دست فلسطینیان شروع خواهد کرد. پس جالبه که نکته بعدی که راجع به صحبت میکنه، میگه که پس آن زن آمده شوهر خود را خطاب کرده، گفت مرد خدایی نزد من آمد و منظر او مثل فرشته خدا بسیار مهیب بود. نپرسیدم که از کجاست و از اسم خود مرا خبر نداد، فقط به من گفت که الان هیچ شراب و مسکری ننوش و هیچ چیز نجس نخور، زیرا که آن ولد از رحم مادر تا روز وفاتش برای خدا نذر شده خواهد بود. مانو از خداوند استدعا نموده، گفت آه خداوند، تمنا این که آن مرد خدا که فرستادی یک بار دیگه نزد ما بیاد. برای چی؟ به ما یاد بده چطوری بچه‌مون رو تربیت کنیم. من بلد نیستم یه مرد خدا تربیت کنم، بلد نیستم یه زن خدا تربیت کنم، من بلد نیستم این نسل شده خدا رو چطوری باید تربیت کنم، من نمیدونم بعد چه کارش بکنم. من و شما باید یاد بگیریم، اما خدا رو شکر که روح قدوس خدا رو داریم، او به ما یاد میده، به ما یاد میده، کلام خدا رو داریم به ما یاد میده که ما چطوری هم بچه هامون هم خودمونو. اگر پدر مادر من و تو بلد نبود تفلکی که چطور ما را تربیت کنه، تمام سعیش کرد، امروز روح قدوس خداوند هست که ما را تربیت کنه و ما را در مسیرهای راستی هدایت کنه، ما را اون چنان بیاره که مهر خدا بر تو دیده بشه، حتی قدرت‌های تاریکی ببینن که مهر خدا بر این پسر، بر این دختر زده شده. دومی گروهی که در واقع به عنوان نظیره ها بودن، کاهنان بودن. لاویان باب 10 آیه 9 تا 10 رو برای شما باز میکنم. میخوام اول برای شما نظیره ها رو معرفی کنم که اگر من نظیره هستم، تو نظیره هستی، پس از یه طرف کاهنیم، پادشاهیم و به نوعی به عنوان یک کسی که نبوت میکنه ما نظیره هستیم. بریم لاویان باب 10 آیه 9 و 10 رو برای شما باز کنم. میگه خداوند هارون را خطاب کرده، گفت تو و پسران تو با تو چون به خیمه اجتماع داخل شوند، هرگز شراب و مسکرات ننوشید، مبادا بمیرید. میگه به خانه خدا که میاید لب تو از این چیزا پاک کن. گفتم اینجا حکم شرعی نیست، میخوای بخور میخوای نخور، اصلا پیغام این نیست.
میخوام جایگاه خودتو پیدا بکنی. بعد میام پیغام این شراب به شما خواهم داد که معنی شراب چیه، به چی میخواد صحبت کنه، آیا به خود خوردنیه، آیا به اون درصد الکلش میخواد صحبت کنه، راجع به اونم میکنم. اما پیغام خدا ورای این حرفاست، چون مسیح میگه چیزی که ما میخوریم ما رو نجس نمیکنه، اون چیزی که از بیرون بیرون میاد، از درون بیرون میاد ما رو نجس میکنه. میگه این است فریضه ابدی در تمام نسل‌ها تا در میان مقدس و غیر مقدس و نجس و طاهر تشخیص و تمیز دهید. پس دومی گروهی که در واقع هستن کاهنان هستن، نظیره ها، کاهنان. گروه سومی که در واقع راجبی صحبت میکنه پادشاهانه. امثال باب 20 آیه 1 میخوام بریم امثال هم نگاه بکنیم و ببینیم امثال درباره این گروه سوم که پادشاهه چی عنوان میکنه. در چند جا هست، بعدا بیشتر راجبش صحبت میکنم. میگه شراب سزا میکند و میگه هیبت پادشاه مثل قرص شیر است و هر که باب 20 آیه 1 شراب سزا میکند و مسکرات عربده میآورد و هر که به آن فریفته شود حکیم نیست. راجب حکمتش صحبت کردیم، اما بعدا میایم راجب خود این واژه بیشتر صحبت میکنم که میگه پادشاه را نباید مسکرات باشد و امیران را شرب و الکل باشد. خدا اگه مثل پادشاهی به تو میده میگه از این چیزا دوری کن، اما به شما میگم دوری از این خوردن نیست فقط. یکی بگه خب من اصلا نمیخورم، اصلا دوستم ندارم، اصلا هیچ تمایلی هم بهش ندارم، اصلا برام فرقی هم نمیکنه، پس این پیغام برای من نیست. نه، پیغام فقط خوردنش نیست، خیلی بیشتر از این پیغام داره. پس این گروه دوم راجع به پادشاهانه، گروه سوم راجع به پادشاهانه. اما نظیره بعدی که بعداً باش روبرو میشیم خود عیسی مسیح در عهد عتیقه. عیسی مسیح یک نظیره بود، بعداً میرسیم بهش. چرا عیسی مسیح رو دارم میارم؟ چون که سوال اینجا به وجود میاد که عیسی شراب خورد، عیسی آب رو به شراب تبدیل کرد، پس ما به عنوان مسیحیان میتونیم استفاده کنیم. میخوام چند تا آیه از کلام خدا برای شما بخونم. در اشعیا باب 7 آیه 14 تا 15 میگه اینک باکره حامله شده دوباره در رحم، پسری خواهد زایید و نام او امانوئیل خواهد بود. کره و عسل خواهد خورد تا آنکه ترک کردن بدی و اختیار کردن خوبی را بداند. و بعد میایم سراغ یحیی. میگه او از من مسکرات، از مشروب دوری میکرد و در بیابان پیغام خدا را، اومدن پادشاهی خدا را در واقع به نوعی اعلام میکرد. توبه کنیم چرا که ملکوت خدا نزدیک است. اما الان از این به بعد میخوام یه مقدار راجع به این صحبت کنم که چرا کلام خدا اینقدر راجع به این موضوع با ما صحبت میکنه و ما رو به نوعی از این من میکنه. میخوام یه مقدار راجع به کلمه شراب با شما صحبت کنم و بعد بیایم به سراغ این که آیا ما مسیحی‌ها اجازه داریم بخوریم نخوریم، چطوری بخوایم نسبت به این موضوع رفتار کنیم، ببینیم کلام خدا در این باره به ما چی میگه. در کتاب مقدس سه تا کلمه برای شراب استفاده میشه. یکی یاینه که یه اصطلاح عمومیه برای شراب مخمردار و شراب بدون مخمر، فرقی نمیکنه. هر چیزی که در واقع به عنوان نوشیدنی بود به عنوان یاین استفاده میشد. و از توی متن باید بفهمیم که در واقع به الکل دار یا بدون الکل دار صحبت میکنه. به طور خاص هر وقت جایی که این کلمه استفاده میشه زیاد مشخص نیست که در واقع به چی داره اشاره میکنه. مثلا در اشیا باب 16 آیه 10 یاین برای آب انگوره، خیلی واضح میگه که راجع به آب انگور یاین استفاده میکنه. یا در ارمیا باب 4 باب 40 آیه 10 و 12 یاین برای خود انگور استفاده میشه.
خود انگور هم باز همین استفاده میکنن. و در مراسی باب 2 آیه 12 یاین برای شربت انگور استفاده میشه. شربتش بود که با آب مخلوط میکردن و در گذشته میخوردن. باز اینم داره برای این استفاده میشه که اطفال هم میتونستن بخورن. اما در پیدایش باب 9 آیه 20 و 21 هم از یاین برای شراب مست کننده استفاده میشه. همون جایی که در واقع میبینیم نوح خورد و مست کرد. پس میبینیم دوتاش داره استفاده میشه. پس دقیقا مشخص نیست که اینجا راجع به کدام داره صحبت میکنه. مگه اینکه متن رو بخونی و توی گزارش متن متوجه بشی. یه جایی مثلا میگه اطفال رو نان را در شراب زده به اطفال شیرخوار میدادن. معلومه الکل نمیدادن بچه بخوره که. اینجا راجع به شهد اشاره صحبت میکنه، راجع به شیره انگور صحبت میکنه که میدادن داخلش، میداشتن دهن بچه مزه مزه میکرد، در واقع میخورد. اما کلمه دومی که استفاده میکنه تیروشه. این لغت عبریه که برای شراب تازه یا محصول تازه انگور استفاده میشه. چیزی که تازه پرس شده، چیزی که تازه گرفته شده، آب انگوری که در واقع گرفته شده یا در واقع میرفتن قدیما داخل یک حوضچه‌هایی با پا میرفتن داخلش و این آب انگور رو در واقع میگرفتن. به این در واقع میگن تیروش. و این هرگز برای چیز مخمردار استفاده نمیشد، فقط برای چیز چای شربتی و بدون مخمر استفاده میشد. در اشیاء 65 آیه 8 از تیروش به عنوان شیره‌ای که در خوشه انگوره اسم میبره، یا در یوئیل باب 2 آیه 24 از تیروش به عنوان شربتی که شیره انگور تهیه میشه، با شربت درست میکردن. اما جالبه در جاهای دیگه کلام خدا مثل امثال باب 20 آیه 1 از شراب خوردن میگه به عنوان کسی که استهزا میکنه صحبت میکنه، میگه از خوردن شراب دوری کنید و از مسخره کردن دیگران و خدا پرهیز کنید. و با در اشیاء میگه که وای به حال کسی که همسایه خود را مست میکند و او را برهنه و رسوا میسازد. در کلام خدا در عهد عتیق بسیار راجع به این داره صحبت میکنه، کسایی که در واقع دیگران را به مستی دعوت میکنن و اونها را در واقع به این سمت میبرن. کلمه سوم که برای شراب استفاده میشه تحت عنوان شکار، که این کلمه معمولا برای مسکرات و مست کننده به استفاده میشه. شکار در اول سموئیل باب 1 آیه 14 و 15 میگه پس ایلی وقتی وی را گفت، میگه حنا بود، اومده بود گریه میکرد و لبانش در واقع میلرزید، ایلی بهش میگه که چرا مس اومدی؟ واژه‌ای که استفاده میکنه میگه تو چرا شکر خوردی اومدی؟ نه اون شکر خورده ها، میگه چرا اینا خوردی اومدی؟ میگه من نخوردم، من زنی شکست دل هستم و در حضور خدا دارم گریه میکنم. چرا در گذشته زنها مس میکردن، میرفتن در بتکده ها مراسم مذهبیشون رو مس انجام میدادن و میگه تو میدونی خدای اسرائیل دوست نداره کسی که با مستی بیاد به حضورش و این بی‌حرمتیه. میگه اما من مست نیستم، من میدونم شریعت چیه، به خاطرم هیچ وقت مست نمیام. من بارها دیدم افرادی رو که میان کلیسا سلام علیکم میکنن، من مشکلی با خوردنش ندارم ها، ولی حداقلش اینه میخوام بگم شنگوله، آب شنگولی خورده به قول معروف. حالا اینکه چرا خدا میگه که دوری کن، گفتم چهار تا گروه هستن که خدا میگه اینها دوری کنن. اگر انتخاب شدی باید حواست باشه. باز گفتم شراب فقط خودش نیست. واژه مستی که بعدا راجبش صحبت خواهیم کرد، بذار از اول بگم که افکار شما نره تو افکار مذهبی سر خوردن و نخوردن. واژه مست یعنی مدهوش یا بیهوش، باهوش و بیهوش، یا مدهوش. میگه یارو انقدر خورد که دیگه بالا بیهوش شد. واژه بیهوشی و باهوشی صحبت از اون کلمه که هوش عنوان میشه، زمانیه که در واقع شخص هویت خودش رو میدونه،
شخصیت خودش رو میدونه، یعنی کنترل دست خودشه، شرایط رو میتونه تشخیص بده که الان من در چه شرایطی هستم. کسی که در شرایطش خودش رو میتونه بشناسه، در واقع بهش میگن باهوش، حواسش با خودش هست. شما وقتی یه نفر تصادف میکنه، اولین کاری که میکنه میگه دستش نزنید. اولین چیزی که میگن اسم تو چیه؟ چون اسم آدم هویت آدمه. و چیزی که در واقع هوش فراموش نمیکنه اسم آدمه. اگه شخص بگه اسممو نمیدونم، میگه این بیهوشه. وای که سر حال یا هنوز میتونی با حرف بزنی، اما هوشتو از دست دادی. بخاطر همین از سوال میکنه آدرست کجاست؟ خونت کجاست؟ چیزهایی که در واقع ابتداییه. اگر تو نتونی در واقع از اون شرایط پیدا بکنی که اسمت چیه و هویتت چیه، میگن این شخص آسیب مغزی خورده، مرکز کنترلش ضربه خورده. حالا واژه‌ای که در واقع برای مسیح در کتاب مقدس استفاده میشه، میگه کسیه که در واقع دیگه خودش نیست و کسی دیگه شده. به همین دلیل که مست شراب نشوید، بلکه روح القدس پر بشید بهش میرسیم. یعنی چی؟ یعنی واقعا شخصی که خودش نیست، کسی دیگه داره میبرتش، مستی و الکل و افکارش یا در واقع اون انسانیتش و هرچی که هست. و به طور خاص چیزی که خیلی خطرناکه تو این افراد، ضریب دیوزدگی خیلی زیاد میشه. افرادی که در واقع به اندازه‌ای میخورن که کنترل از دستشون خارج میشه. و کلام خدا یه چی به ما میگه؟ میگه چیزی نخور که هوش و ذکاوت و کنسنتریت تو رو، اون تمرکز تو رو بگیره، بلکه تنها کسی که اجازه داره کنترل تو رو در دست بگیره روح القدسه. آمین. اون فقط اجازه داره به کنترل تو دسترسی داشته باشه، ولا غیر، نه هیچ کسی نه هیچ چیزی. و خیلی چیزا تو زندگی ما هست که شاید نخوری، فشارها، استرس‌ها، حملات روحانی، افکار، حرفای چیزای مختلف، بعد موقع میاد میگه تو رو اینقدر میگیره دیگه تو خودت نیستی. اونجا هم انگار پر شدی از یه چیز دیگه. یک شخص نظیره باید حواسش باشه که فقط روح خدا او رو هدایت کنه. آمین. وقتی میگه راجب مست روح القدس چیه؟ کسی که مست در واقع کنترل دست خودش نیست. خب تلو تلو میره، درسته؟ چی داره کنترلش میکنه؟ الکل داره کنترلش میکنه. اما کسی که روح خدا او رو پر کرده، میگه اونم یه نوع مسته، اما نه مستی که در واقع تحت کنترل خودش نیست، اما تحت کنترل انسانیت و شیطانه، بلکه تحت کنترل خداست. آمین. این همون چیزی که در واقع داره میگه که یک شخص نظیره اجازه نداره، اجازه بده یک کسی یا چیزی یا شرایطی او رو از خودش بیخود بکنه، چون که اون مال خداست و فقط خدا اجازه داره او را کنترل بکنه. آمین. و به همین دلیل پیغام امروز میخوام راجع به این صحبت کنم که چی منو تو رو کنترل میکنه. تشخیص میدم که من نظیره هستم یا نیستم، خودم وقف خدا کردم یا نکردم. جالب، مسیح وقتی شاگردانش رو انتخاب کرد، به نوعی اونها رو در واقع میگه مس کرد و انتخابشون کرد که نظیره باشن. میرن به سامره، به خاطر بیماری ایمان نمیارن، مسیح معجزات زیادی نمیکنه. میگه وقتی دارن برمیگردن، میگه یوحنا و یعقوب این دو تا برادر گفتن خداوند اجازه بده آتش از آسمان بر اینها بیاد. میگه چه روحی تو رو هدایت میکنه، روح القدس یا روح خشم و بغض و کینه؟ آها، چون شما نظیره هستی و به عنوان نظیره فقط روح خدا باید تو رو هدایت کنه. پس به همین دلیل یه شخص نظیره خیلی باید حکیم باشه، برای چه کلام خدا میگه که تمام اندیشه خدا به من بسپارید، نگرانی تو به من بسپارید. من بعضی موقع اینقدر فشارها و استرسها میاد روی آدم، ممکنه چی هم نخورده باشی، اما دقیقاً تحت کنترل یه فکری دیگه هستی، یه شرایطی دیگه هستی، رو فشارهایی که روته. و شیطان هم از همین فشارها یه جورایی ما رو داره مست میکنه، اما نه مستی که به خاطر الکل، مستی که تو رو بیهوش کنه، از کنترل روح القدس بیای بیرون. متوجه شدید الان چیه داستان؟ آها، الان پیغامو فهمیدید که چی داره تو رو فشار میده از کنترل روح القدس بیای بیرون. اونجاست که بعد میبینی ثمرات جسم، دعواها، نزاها، بغضها، کینها، همه چی میریزه بیرون. میگه اما وقتی روح خدا ما رو هدایت میکنه، ثمرات روح آشکاره. محبت، خوشی، آرامی، صلح، مهربانی، خویشتنداری و هیچ کدومش خلاف شریعت نیست.
پس پیغام در واقع خوردن و نخوردن نیست، پیغام این که چه چیز من و تو رو هدایت و کنترل میکنه. آمین. اما چیزی که کلام خدا راجع به پادشاهان به طور خاص میخوام بگم، در امثال باب 31 آیه 4 و 5 میخوام بریم امثال هم یه نگاهی بکنیم، آیه بسیار زیباییه چون امروز با ما مربوطه، چون ما دعوت شدیم به عنوان پادشاهان به شایستگی او رفتار کنیم. آمین. امثال باب 31 آیه 4 و 5، پادشاه را نمی شاید ای لموئیل، پادشاه را نمی شاید که شراب بنوشد و نه امیران را که مسکرات بخورند. قانون پادشاهی خدا این بود، پادشاه نباید مست بکنه. و مستی یه سمبولیه، مثل قربانی ها که یه سمبولیه، مثل مراسم معبد یه سمبولیه. و اینم پیغامش اینه، چیزی که غیر از روح خدا تو رو کنترل کنه. خدا را شکر برای همه کس و هر چیز، هیچ چیزی غیر از کلام خدا و خدا تو رو کنترل نکنه، چون روح خدا روح سلامتی، روح آرامی. آمین. روح تشویش، روح ناآرامی نیست. میگه مبادا بنوشد و فرایض را فراموش کند و داوری جمعی ذلیلان را منحرف سازد، شروع کنه در واقع تاریکی رو به جای نور و نور رو به جای تاریکی معرفی کردن، تا بنوشد و فقر خود را فراموش کند و مشقت خیش را دیگران به یاد نیاورند، دهان خود را بر گنگان باز کند و دادرسی جمعی بیچارگان را، دهان خود را باز کرده به انصاف داوری نما و فقیر و مسکین را داوری نما. خدا میخواد که شخصی حکیم، هوشیار، آگاه باشه. به شما گفتم شیطان از شخص حکیم میترسه. کار شیطان فریبه. کار شیطان چیه؟ توهمه. کار شیطان چیه؟ در واقع کنترل از تو طوری بگیره که اون تو رو مانیپولیرن کنه. مانیپولیرن کردن در واقع کنترل و اقتدار کسی رو گرفتن و او رو حرکت دادن که اون مسیری که تو میخوای بره. همون چیزی که ما اسمش هیپنوتیزم گذاشتیم. هیپنوتیزم در واقع بعضی موقع ممکنه تو قشنگ بشینی، یه جای تکون نخوری، با واژه‌هایی، با کلماتی مرکز هیپوته در واقع، مرکز تفکر تو، مرکز استدلال تو، اون هیپوتو در واقع در اختیار کی میذاری؟ در اختیار شخص دیگه میذاری. بعد از چند دقیقه، بعد از چند ثانیه میبینی تو دیگه خودت نیستی. به این میگن هیپنوتیزم. هیپنوتیزم در واقع داره پیغام چی میده؟ که من کنترل ارادی خودمو در اختیار کسی دیگه دارم میذارم. و ما به عنوان پادشاهان حکیم اجازه نباید بدیم که شیطان بخواد کنترل افکار ما رو بگیره. ما نظیره خدا هستیم و زمانهای زیادی رو زیر آسمان از دست میدیم چون که نفهمیدیم که خدا برای ما چی خواست. اگر میفهمیدیم زندگی مردم و زنان خدا رو میبینیم که اونهایی که تا به آخر خوب به پایان رسوندن، کسایی که اول خوب اومدن بعد خراب کردن، کسایی که از اولش خراب کردن. آدم ها سه گروه هستن، یا از اول خراب میکنن یا میانه راه، یا بعضی در آخر به کمال میرسن. مثل به قول کلام میگه و موسی مرد خدا وفات یافت، یعنی وقتی مرد مرد خدا بود. از اون ور میبینیم در واقع شخصی مثل یهودا رو میبینیم، با اینکه دعوت خدا رو داشت، مسجد خدا بود، خدا انتخابش کرده بود، میبینیم در میان راه خراب کرد. و بعضی دیگه هم میبینیم که اول راه خراب میکنن. اما یه نکته جالبی که در واقع میخوام بگم و اونم اینه که در کتاب داوران اگر نگاه بکنیم درباره سامسون و شامشونه، میگه و شامشون ندانست که روح خدا او را ترک کرده. نفهم. میگه این ناگاه بلند شد از خواب، فکر کرد مثل گذشته است،
دید دیگه هیچ چیزی نداره. یه شبه هر چیزی که داشت فرو ریخت. در صورتی که مرد مبارک خدا بود، در رحم مادر انتخاب شده بود که مبارک باشه برای خدا و برای اسرائیل. به همین دلیل خدا امروز میخواد توسط این پیغام ما رو هوشیار و آگاهی بده که حواسمون باشه به آنچه که در واقع اطرافمون میگذره. اما فقط پیغام رو با مسیح تمام کنم. چرا موضوع شراب در عهد جدید؟ دوست دارید اینو تمام کنم موضوع شراب رو؟ اوکی؟ میدونم زمان خارجه، اما دیگه فرصت نمیشه این پیغام رو بدم. شاید کلمه دیگه در عهد جدید برای شراب استفاده میشه تحت عنوان اوینوس، که این اوینوس باز هم به شراب مخمره هم به شراب بدون مخمر، شربت. بهتر فارسی بگیم شربت و شراب، چون ما ایرانی دیگه میتونیم بفهمیم که فرق بین این دوتا چیه، هرچند دوتاش ریشهش کلمش در عربی از شربه میاد. شراب، مشروب، اما هر شربی مسکر نیست، در واقع الکل نداره، میتونه در واقع بدون الکل هم باشه. اما ببینیم که آیا عیسی مسیح در شام آخر شراب خورد؟ خیلی ها استناد میکنن. من همیشه میگم این کاش این عزیزان یه ذره فن تعلیم، فن تفسیر رو مطالعه بکنن و متوجه بشن که در واقع کلام خدا رو چطور میشه تفسیر کرد. آیا عیسی مسیح به عنوان یک نظیره پادشاه بود، کاهن بود، نبی بود، ستاشو بود، نظیره بود، ارحم انتخاب شده بود، چهار تا. پس به همین دلیل میگه زمانی که عیسی مسیح در واقع در شام آخر نشسته بود با شاگرداش، آره خود عیسی هم شراب خورد. آدم با آدمهایی که در واقع هیچی نمیدونن خیلی راحت‌تر میتونه صحبت کنه تا آدمهایی که یه ذره میدونن و نصفه میدونن. یادم اون سالهایی که درس میخوندیم، اولین روز دانشگاه یه استادی اومد گفت که چند نفر از شما پدر مادرتون دکترن؟ چند نفر دست کردن بالا؟ گفت چند نفر از شما خواهر برادرتون دکترن؟ چند نفر دیگه دست کردن بالا؟ بعد گفت چند نفر دیگه فامیلاشون دکتر دارن نزدیکاشون؟ یه عده کردن بالا. گفت هیچ کس تو دکتر نداره تو زندگیشون؟ نهیدن. ما هم دست کردیم بالا. یه چیزی گفت، گفت که شمایی که هیچ کس نداشتی شما موفق میشید. همه گفتن اه چرا، برای چی؟ اونا به ما خیلی انگیزه دادن. گفت میدونی چرا؟ چون شما فکر میکنید دکتری دیگه گوش نمیکنید. از همین ترم اول هیچی گوش نمیکنید، فکر میکنید شما دکتری. ولی اینها هیچی نمیدونن، اومدن که بشن. و یه واقعیته، ما وقتی هیچی نمیدونیم سرپا گوشیم، ولی یه ذره که میدونیم که ما خودمون بلدیم بابا، احتیاجی نیست که گوش کنیم. مخصوصا ماهایی که از فرهنگی اومدیم که همه چی رو نصف بلدیم، از هر چی بلدیم، کهکشان به هر حال میتونیم نظر بدیم، راجع به علم شیمی، راجع به علم ژنتیک، راجع به در واقع اتم که اصلا مال خودمونه دیگه، اصلا این چیزی است که دیگه مال خودمونه دیگه، و راجع به همه هر چیزی به هر حال بلدیم. بیایم با یه نفر که با یه کار است ببینیم، یه بار بشینیم میگه او درست چیه. و چند وقت پیش جالب، بعد از پیغام داشتم واژه پنتیکاست که میگفتم، یه برادری داریم که دکترای شیمی داره، خدا روش برای وجودش، بعد داشتم واژه پنتیکاست رو که از ریشه کلمه پنج، پنتا، پنجا، داشتیم صحبت میکنیم، بعد اومد گفت آره کلمهش در یونانی این میشه. گفتم آه مرسی که گفتی، اوکی؟ بیشتر میخواستم کلمه پنج رو باز کنم و بعد کنارش پنجا، ولی گفتم مرسی، چون مطمئنم این شخص این کار است، کسی که حرف میزنه این کار است. به همین دلیل الان میخوام راجع به این صحبت کنم که آره مسیح هم خورد و نوشید، اما جالبه نه لوقا، نه مرقس و نه متا در شام آخر هیچ وقت از کلمه اوینوس استفاده نمی‌کنن. هیچ وقت، هیچ کلمه‌ای که حتی بگیم دو پهلو گفته، اصلا از این کلمه استفاده نمی‌کنن. میگه میوه مو، راجع به خود انگور صحبت می‌کنن و محصول انگور صحبت می‌کنن. از این میوه مو دیگه نخواهم خورد تا روزی که در جلال خود بازگردم.
پس هیچ کدوم از اناجیل راجبه این صحبت نمی کنن. دو، زمانی که مسیح در واقع داشت شام آخر رو می خورد ایام پسح بود. پسح یادتون هست در مصر خدا بهشون گفته بود هیچ نان مخمر نخورید و این تمامی ایام با شما باشد. هیچ یهودی در ایام پسح هیچ چیز مخمردار، نه نون مخمردار، نه شربت مخمردار، نه کیک مخمردار، هیچ چیزی که مخمر داشته باشه. معمولا یک روز قبلش 7 روز بود، یهودی‌ها یه روز هم می‌رفتن میشد 8 روز، میومدن تمام کابینت‌ها رو یه جارو دارن مخصوص این، در واقع شروع می‌کنن جارو کردن تمام کابینت رو، همه رو جمع می‌کنن میرن بیرون می‌ریزن، میگن تو کل خونه نباید یه تیکه نون از روز قبل که مخمردار باشه وجود داشته باشه. و به همین دلیل هیچ یهودی در ایام پسح هیچ چیز مخمردار نمی‌خوره و به همین دلیل تو ایام مثلا نونشون مخصوصه و خوردنی و نوشیدنی هاشون مخصوصه. و حتی من یه شاگردان تعجب کنم بگن داری چی کار میکنی عیسی، یا به هم نگاه کنن داری چی کار میکنی این. حتی برایش تعجب هم نبود چون که دقیقا میدونن، میگه برو شام مخصوص پسح را. به همین دلیل هیچ وقت مسیح در شام آخر اصلا از هیچ چیز مخمردار، حتی نون مخمردار استفاده نکرد. و کلام خدا میگه کاهن و به حضور من که میاد نباید مست بکنه و نباید در اونجا حتی مستی رو اجرا بکنه. خدا را شکر بعضی کلیساها روششون فرق میکنه، بعضی ها موقع عشا شراب میدن اما ما آب انگور میدیم. موضوع شریعتی هم نیست که بخوایم بگیم که اونا بد کاری میکنن یا ما خوب کاری داریم میکنیم، فقط میخوام بگم حداقل اون چیزی که بلدیم درسته رو انجام میدیم. اگر ما مشکل شرعی هم نداریم، نه اونا رو محکوم میکنیم نه خودمون رو در واقع مبرا میکنیم، فقط میخوام بگم حداقل اگه چیزی درسته همون انجام میدیم، حتی اگر جنبه شرعی هم نداشته باشه، مشکل شریعتی هم به قول معروف نداشته باشه. پس به همین دلیل در شام آخر نمیتونست مسیح در واقع همچی کاری رو کرده باشه. و باید میبینی کلام خدا باید در اشیا میگه که وای به کسی که همسایه خود رو مست میکنه و او را به مسکرات وامی داره. و جالبه مسیح میگه من نیومدم تا تورات رو باطل کنم، و چطوری خودش یه در نشسته مست میکنه. و کلام خود میگه وای بر کسی، و مسیح چطوری خودش رو بر وای، چون مثلا شریعت رو خیلی خوب میدونست، میدونست چیزی که میخوره نجسش نمیکنه، اما دلیل هم نمیشد که بخوره. مسیح چی میمونه؟ میگه این چیز تو رو نمیکشه، درسته نمیکشه، اما قرار نیست هرچی هم تو رو نکشه بخوریش. درسته تو رو نجس نمیکنه، اما دلیل هم نداره اگه نجس نمیکنه بخورمش. حالا سر خوردن نخوردنش باز گفتم بحث نیست، سر که چی داره تو رو کنترل میکنه. اما برگردیم به عروسی، میگه خب تو این عروسی چی مسیح که در واقع تبدیل کرد؟ چند تا چیزی که در واقع اونجا باز ما ببینیم، کلمه‌ای که در یونانی برای شراب استفاده میشه اونجا میگه آینوس. با توجه به متن میتونیم بفهمیم که مسیح چی داره میگه در خصوص شراب. کلام خدا میگه اینا مست بودن. شما تصور کن یه عروسی داری و همه مستن و بعد میری یه الکل درجه بالاتر بهشون میدی، و نکته دوم میگه وای به حال کسی که مست میکنه. تو یهودیا جالبه شما بگم 1:3 نمیگم الکل نمیخوردن، 1:3 رقیق میکردن و میخوردن و میخوردن، اما در معبد نمیخوردن، در مراسم پرستششون نمیخوردن و این نوع شراب رو برکت میدادن. هیچ وقت شراب کامل الکل رو هیچ یهودی برکت نمیداد، برکت نمیدادن. و چطور مسیح میخواست یه الکل بالاتر و درجه بالاتر رو برکت بده؟ و چیزی که میدونست باعث پاتیل شدن اونها میکنه و اونها رو به افتضاح میکشه و خودشون مست شراب بودن به قول معروف، میگه ایشان خودشون مست بودن. مسیح اونجا میخواد جلال خودش رو ثابت کنه، میگه جلال او را دیدیم، جلال شایسته پسر یگانه او. آمین. مسیح میگه اولین معجزه‌اش که انجام داد، یوحنا باب 2:11 میگه اولین معجزه عیسی این بود که جلال خودش رو نشون بده. و مسیح میخواست با مس کردن مردم
که هپروتی بشن و شنگول بشن جلال خودش نشون بده. کجا عیسی جلال خودش رو تا حالا اینطوری نشون داده بود که بار دومش باشه؟ معمولا جلال عیسی در دعا بود، جلال عیسی بالای کوه بود، جلال عیسی در آیات و معجزات و سلامتی بود. سوال اینه الکل بالاتر کجا سلامتی میاره؟ نه سلامتی هوش میاره، نه سلامتی جسم میاره، نه سلامتی رابطه ها رو میاره، هیچ چیز نمیاره. و مهمتر از همه که در واقع در این پایان با قول معروف بخوایم ببینیم، اگر مسیح در واقع میخواست در عروسی شراب بده، طبق مزمور، طبق امثال 23:31، خب ببینیم اونجا چی میگه. میگه به شراب نگاه نکن وقتی که سرخ فام است، حینی که بابهای خود را در جام ظاهر میسازد و به ملامت فرو میبرد، اما در آخر مثل مار خواهد گزید و مانند افعی تو را نیش خواهد زد. مسیح میاد دقیقا طبق همین رفتار میکنه. بعد اونور برمان یه پادشاه که میگه پادشاه را نشاید که در واقع مست بکنه. پس به همین دلیل مسیح آنچه که در واقع تبدیل کرد شراب بود، اما نه شرابی که در واقع مردم را کلا پا بکنه. و هیچ جا هم نمیبینی که بعدش به قول معروف بیفتن به جون همدیگه یه اتفاقی بخواد بیفته. اما از همه اینها بگذرید، کلام خدا در افسر میگه مست شراب نشوی بلکه روح قدوس پر بشی، روح خدا تو رو هدایت کنه. میگه و شاگردان روح قدوس پر شدن، با قدرت سخن گفتن، از روح خدا پر بودن، آیات و معجزات کردن. وقتی روح قدوس بر شما بیاد قوت خواهید یافت، وقتی روح خدا بر شما بیاد زبان شما باز میشه، وقتی روح خدا بر شما میاد ترس ها فرو میریزه، وقتی روح خدا بر شما میاد میتونید کارهای عظیم انجام بدید. آمین. میگه وقتی روح قدوس بر شما میاد به قدرت کلام خدا رو میشنوید و به کلام خدا اعلام میکنید. وقتی صحبت از روح خداست میگه روح خدا ما رو به جمعی راستی هدایت میکنه، روح خداست که به ما قوت میده، اون روح خداست که میاد ضعف های ما رو پر میکنه. تمام پیغام راجع به اینه که چی مرکز هیپو تو رو، چی مرکز کنترل تو رو کنترل میکنه، روح القدس یا یه چیز دیگه. اینجا فرق بین نظیره و غیر نظیره معلوم میشه. آمین. الان متوجه شدید دیگه چی تو رو هدایت میکنه؟ باشه که به نام مسیح روح خدا، روح راستی، روح مکاشفه، روح فهم، روح معرفت، روح شناخت، روح آیات و معجزات، این روح ما را هدایت کند. به نام مسیح که خدا من زندگی های ما را هر روز از روح قدوسش پر بکنه تا بتونیم بیستیم و نظیره خدا باشه. اینکه شرایط من دنیا چی داره میگه؟ بله دنیا خبر خوبی نداره، اطرافمون خبر خوبی نداره، حتی نزدیکامون خبر خوبی نیست، اما من تصمیم گرفتم خودم رو وقت به خدا کنم، خودم رو برای خدا استفاده کنم، خودم و اهل خانوادم. روح القدس بیا من رو تربیت کن، بیا به من رسم نظیرگی رو، رسم پادشاهی رو. سخت خواهد بود، مردم تو رو نمیفهمن که تو متفاوتی، تو رو نمیفهمن، مسخرت میکنن، به نوعی بهمون سمت میکشنت، اما ایستادن مس میاره. با ابلیس مقاومت کنید و از شما دور خواهد شد. آمین. و میتونی مثل عیسی بیسی به عنوان یک نظیره، مزمور اشیا 61، روح خدا بر من است، من نظیره رو مس کرده. آمین. تا فقیران رو بشارت بدم، اسیران رو آزاد کنم، مریضان رو شفا بدم، افتادگان رو بلند کنم. آمین. و سال پسندیده خدا خبر بدم. آمین. خدا ما رو خوانده برای این. پس اجازه نده چیزی تو رو به جز روح خدا هدایت کنه. خداوند شما رو برکت بده به نام عیسی مسیح. آمین. 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 جلال بر خداوند. آمین. ببخشید طول کشید، اما این چیزا چیزی نیست که شما جای دیگه بخواد بشنوید یا برای شما بگن. اوکی؟ یه جایی بود که باید میدونستید، یه ذره طول کشید، اما میدونم برای واقع برید راجعش فکر کنید یا پیغام رو دوباره بشنوید. چیزای زیادی خدا براتون مکاشفه خواهد کرد. پیغام اصلی راجع به نظیرگی تا شراب. من مست شده هستم. من دعوت شدم. آمین. خداوند شما رو برکت بده. هفته که در پیش رو دارید هفته مبارکی در خداوند داشته باشید.